با سلام خدمت دوستان عزیزم، این 99مین لایویه که من اجرا میکنم. امشبم مهمان عزیزی داریم که انشالله اینترنت اجازه بده و با ایشون بتونیم صحبت بکنیم. تا دوستانمون بیان و در لایو جمع بشن، یکی از دکلمه های زیبای جناب ببخشید سرکار خانم دلفان حاضری رو براتون بذارم، گوش بکنید و هم گوش میکنید. تقدیم به اشک‌ها و لبخندهای مادران. مادر، مادر، گاهی دلم تنگ می شود برای قشنگ ترین چشمان دلفریب دنیا و بنشینم رو برویش برای درد دل گفتن. او هی چای بریزد و من هی ریز ریز حرف بزنم. چایم سرد شد، جایی که چایت سرد ولی دلت گرم است خانه پدری و در کنار مادر است. مادر، زنی تاریخی و عشق ابدی در جغرافیای دلم. سازمان لاودار سوسایتی یک سازمان عامل منفعه یا خیریه است که در راستای ترویج و تجویز هنر و خلاقیت برای سلامتی فعالیت میکنه. لاودار سوسایتی با بنیانگذاری خانم تارا وهاب 5 ساله که در شهر کلگری در کانادا در حال فعالیته و ما در این مدت برنامه ها و پروژه های عمومی متعددی را ارائه داریم، از جمله نقاشی های دیواری در سراسر شهر، کارهای هنری دست جمعی به همراه خانواده ها، برنامه آموزشی حضوری و کانال فارسی آموزشی یوتیوب هزاره چپ. تا به امروز ما خدمات این سازمان رو با افرادی که بیشترین بهره را از این خدمات میتونستن دریافت کنن به صورت انسان دوستانه ارائه دادیم. حالا هم با پروژه داستان نویسی هزاره چپ و معرفی هنرمندان و اساتید در خدمت شما عزیزان هستیم. سلام علیکم. سلام علیکم خانم حاضری، حالتون خوبه؟ خوبم خدا رو شکر، شما خوبین؟ قربون شما، خیلی ممنونم.
یه خورده نور پشت سرتون کمه، اگه ممکنه یه خورده نور بیشتر کنید که تصویرتون زیباتر ببینید. آقای وهاب، کسی رو نداشتم بیاد لامپو برام عوض کنه، شرمن آدم پیدا نشد. خیلی نداره، اشتاده که تن خودتون سلامت باشه. من خواهش میکنم ممنونم. کامل معرفی کنید که دوستان که در لایو هستن شما رو خوب بشناسن. میترا دلفا ناظری هستم از چالوس، ولی ساکن تهران، از شهر زیبای چالوس. خانم دلفا ناظری، خیلی کارهای دیگه هم شما میکنید که تو معرفیتون من دوست دارم همه اونا رو خودتون بگید که دوستان همه بدونن. بله بفرمایید، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که من میخواستم که فعالیت های هنری شما رو بدونم تا این لحظه که چه فعالیت هایی میکنید در حال حاضر. بنده اصالتاً کرد هستم و فعالیت هنری، والا من از بچگی شروع به سرودن شعر و خوندن شعر کردم در دامان پدر بزرگ مهربانم با شاهنامه خانی و حافظ خانی و علاقه عجیبی دارم به نوشتن و سرودن شعر. خانم ناظری، چی شد که کار هنری رو شروع کردید شما؟ من آقای وهاب فکر کنم در ذات هر کسی هنری هست. من عاشق شعر بودم، عاشق سرودن بودم، نمیدونم، علاقه داشتم، دوست داشتم با مردم بیشتر در ارتباط باشم، احساسای قلبی خودم رو بنویسم، بگم. بله، عاشق مردمم، همین. آفرین به شما، این محبت رو در کمتر کسی میشه آدم پیدا بکنه. خواهش میکنم. خانم آذری، شما بفرمایید که کارهای هنری چه تأثیری در سلامتی شما داشته تا امروز؟ خیلی زیاد. من زمانی که کلاس هفتم دبیرستان بودم، یعنی سال اول متوسطه، خونم تا دبیرستان خیلی دور بود، یعنی من باید صبح ساعت 6 از خونه بیدار می شدم. خب اون زمان ماشینم به این صورت نبود، من ساعت 6 صبح باید بیدار می شدم، یک مسیر پیاده می اومدم. تو این مسیری که می اومدم مثل حالا ساختمون اینا نبود، همش گل و باغ و درخت و طبیعت زیبا. من از خونمون که می اومدم تا مسیری که بتونم سوار ماشینشم برم دبیرستان تو چالوس، با درختها، با گلها، با اینا صحبت، شما باور نمیکنین، صحبت میکردم، عشق میکردم، مثلا بهشون میگفتم من میرم بر میگردم، فکر میکردم اونا صدای منو میشنون. یه همچه حالتی در من بود، نمیدونم حالا. من خودم فکرم آقای علیرضا طبایی، ترانه سرای معروف ایران، ترانه تنها با گلهایی که خانم هایده خوندن، من براشون نوشتم که آقا من یه همچه حالتی دارم. البته ایشون منو نمیشناختن، ولی بعدم به من گفتن این مثلا مال شما، این ترانه مال شما. برای من خودم هم همین حالتی دارم، داشتم البته، البته الان هم دارم، الان هم یه موقعی چون واقعا عاشق این گل و گیاه هستم و طبیعت هستم، خداوند از اونجا که یه لطفی نسبت به من داشته منو این دوران پیریم به یه جای فرستادی که دور تا دارم جنگلی، همش گل و گیاه و درخت و حیوانات وحشی و همشون دور برم هستن. خیلی عالیه. اینه که من خودم هم خیلی دوست دارم که روی گلا اسم میذارم، میبوسمشون. بله. من میفهمم شما چی میگین، خوب میفهمم. بله. خدمت شما. اما در چه تعداد اثر هنری و با چه موضوعاتی شما تا امروز داشتید؟ من سه
3 تا کتاب خودم چاپ کردم به نام بانوی خزر و عاشقانه های میترا و فرزندم هرگز به من نگو خدا نگهدار و 2 کتاب مشترک به نام مژده وصل و خاطرات اردیبهشت و 3 کتابم در دست چاپ دارم به نام نیایش و آرزو کردن تو که محال نیست مژده و عاشقانه های میترا جلد دومش. جلد دوم انشالله که بله جلد دوم. من آقای وهاب همش از عشق می نویسم، همش دوست دارم که نمیدونم چجوری بگم، عاشقانه می نویسم همش. خیلی خوبه خانم آذری، من خودم هم همینطور هستم. من خودم هم اصلا تمام، یعنی یه کلمه حرف بیشتر ندارم برای همه، یعنی یه نصیحت دارم، یه راه کار دارم، یه راه چاره دارم، یه دونه است، یه کلمه است، اونم عشقه. یعنی بابت اینکه من تو آموزش های آشپزی خودم که آشپزی میکنم، اول و آخرش میگم اگه با عشق پختی خوشمزه میشه، اگه با عشق خوردی لذت میبری، و یعنی اگر که این عشق نباشه نه خوشمزه میشه نه متوجه میشه چیکار کردی. من خودم هم اینجوریم، چون حالا خیلی ها نمیدونم این کلمه رو اصلا متوجه میشن، به عمقش به میبرن یا نه. خیلی بزرگه، خیلی عمیقه، خیلی وسیعه، همه چی توشه، هر چی که شما، من هر چی که فکر میکنم تو این کلمه عشق هست، دقیقا هر چی که فکر میکنم توش هست، دقیقا. و خوشحالم برای شما هم که اینجوری فکر میکنی. ممنونم. خدمت شما عرض کنم که خانم آذری، واقعا اگر که با یک جمله بخواین هنر و خلاقیت رو تعریف بکنید چی میگید؟ اصلا نمیشه. هنر خیلی بزرگه، خیلی وسیعه، خلاقیت هم خیلی بزرگه، اصلا نمیشه در یک جمله گفت. باید پیداش کرد، حسش کرد، لمسش کرد، بدونی هنر چیه. هنر به نظر من اینجوریه جانم. هنر رو شما به اصطلاح تعریف هنر رو چطور میتونید با یه کلمه بگید که من اون کلمه قصار رو از شما داشته باشم؟ هنر همون عاشق هستید دارم میپرسم. من این اولین باری که این سوال رو دارم از کسی میکنم. بله، هنر همون عشق، خارج از سوالات منی. بله، میگم هنر همون عشقه آقای وهاب. بله، هنر اصل عشقه، فصل عشقه، دقیقا. یعنی بارش هنر فکر کنم عشق باشه. همینطوره. خدمت شما عرض کنم که شما های دوست داریم با هنرمندان دیگه هم کار بکنید، همکاری داشته باشین؟ 100%، 100%، باعث افتخارمه. به چه صورت دوست داریم باشون کار کنیم؟ چه نوع همکاری در دوست داریم داشته باشیم؟ تو اونجایی که در توانم باشه و بدونم و بتونم این کار رو انجام میدم و خیلی دوست دارم که اصلا کلن با شاعرهای دیگه، با هنرهای دیگه، خب آدم باید، خودم که علامه دهر نیستم، در حال باید همیشه آدم باید یاد بگیره. بله. من خدمتون عرض کردم، گفتم من شاگردم، شاگردی میکنم خدمت اساتید. خانم فرانزایی، شما مدیر یک قسمت از کارهای فعالیت هنری هستیم، میشه اسم ببرید؟ بله. کانون ملی شعرا و هنرمندان، من مدیر نشست های ادبی در سراسر ایران به مدت 5 ساله هستم. آفرین، باعث افتخاره. بله، باریکالله، آفرین. این چقدر هم کار بزرگیه این مسئله. یک کلمه شما دارید اینجا، انجمن ادبی دوباره رویش سراسر ایران، این منظورتون از دوباره رویش چی بوده؟
خب اسم این انجمن ما دوباره رویشه اصلا دوباره کلا. دوباره بله دوباره رویش که به مدیریت آقای مهندس آقا بیگی هستن و الان هم 4 تا رادیو و تلویزیون تأسیس کردن و یک گروه خیلی بزرگیه، یک کانون خیلی بزرگیه. احسنت. بعد شما مدیر نشست انجمنهای ادبی هستید. بله بله. آفرین به شما. کلن دیدگاه شما نسبت به هنر و خلاقیت چیه؟ دیدگاه من، والا من خدمتتون عرض کردم، گفتم هنر اینقدر بزرگه، اینقدر وسیعه که نمیشه با یک جمله من مثلا بگم هنر اینه، این کارو میخوام بکنم یا اون کارو میخوام انجام بدم. فکر کنم هنر هم مثل زندگیه، باید لمسش کرد، حسش کرد، رفت طرفش، وسعت بدی، بزرگش کنی، به همه جهانیان بشناسونیش، بگی که هنر اینه، به آیندگان، به گذشتگان، نمیدونم به حال، به همین. من خود زندگی هنره. دقیقاً. تا چطور؟ اصلا نوشتن هنره، قلم به دست گرفتن هنره. بله دقیقاً. به غیر از حالا قلم گرفتن و نوشتن، تمام لحظات زندگی رو که شما بتونی یک هنره، بله، قلبش بکنی که تفاوت داشته باشه، نوآوری داشته باشه با لحظه قبلیت، این خودش یه هنریه که آدم یک نواخت زندگی نکنه. بعد در حال حاضر مشغول چه نوع فعالیتی هستید شما؟ در حال حاضر هم برگزاری لایو و دیگه کاری نمیتونیم انجام بدیم، فعلا قرنطینه ایم، تو خونه ایم، هیچ گونه فعالیتی نداریم. در بیرون حالا موندیم که انشالله تا ببینیم چطور میشه، آیا میتونیم انجمنهای ما رو دوباره دایر کنیم بریم یا نه، وگرنه فعلا در خونه. چرا که نه، انشالله این پاندمی تموم بشه، چرا که نه، دو مرتبه زندگی رو روال عادی خودش بعد افتاد. بله زندگی ادامه داره. بله بعد تو خونه باشیم که این اصلا اینجوری امکان نداری همچی چیزی. بله انشالله انشالله. توصیه شما برای هنرمندانی که هنوز حرفه‌ای نشدن چیه؟ چه توصیه دارید برای که... خب اگه کسی میخواد شعر بنویسه باید بره مطالعه کنه، کتاب زیاد، فقط کتاب، تنها دوستش کتاب باشه، بره کتاب بخونه، تحقیق کنه. به نظر من کسی که میاد شعر مینویسه با آدمای دیگه فرق داره، میاد طرف هنر فرق میکنه، چون یه احساس دیگه داره، این احساس قشنگه. نه. این داره میاد شعر میگه، شعر مینویسه. توصیه البته من خیلی کوچیک‌تر از اینم که به کسی توصیه کنم، ولی توصیه من اینه که مطالعه زیاد داشته باشه. بالاخره شما الان به عنوان مدیر نشست یک انجمن توصیه خوب باید بکنید به دیگران که بتونن اونا از این توصیه تو ما استفاده کنن، و این کتاب خوندن بزرگترین نوع توصیه است، چون واقعا ابتدا و انتها دانشه، شما باید دانش یک کار رو داشته باشید. حالا وقتی اون دانش شعر باشه، نویسندگی باشه، اختراع یه چیزی باشه، بله. حتما دانشش باشه و کاملا صحیح. خدمت شما عرض کنم که من میخواستم اجازه بگیرم از شما ببینم میتونم یکی از دکلمه های شما رو وسط برنامه همونم پخش کنم که دوستانمونم بشنون. اجازه من دست شماست، بفرمایید. من یکی از نمیدونم این دکلمه مال شما میشه، چطوری که این غزلبانوی ایران خانم سیمین بهباغانی اینو گفتن، این دکلمه رو؟ من دل نوشته ایشون رو برداشتم دکلمه کردم. بله مال غزلبانوی ایران، اجرا با منه، ولی شعر مال خانم سیمین بهباغانی. از یادها رفته خانم سیمین بهباغانی. خدا نکنه، مگه میتونه خانم سیمین بهباغانی از یادها بره؟ نه خانم، امکان نداره همچی چیزی. انشالله انشالله، هنرمند همیشه زنده است. بله
من زبان تنهایی و سکوت شب را میفهمم. در تنهایی با دیوارهای منزل حرف میزنم. میدانم موقع حق شب در کدام مسیر میخوانم. میدانم که ساعتم چه خوابی میبینم. دلیل سوسو زدن ستاره ها در آسمان می فهمم. به نسیمی که از باد سبا می گذرد عطرش را حس می کنم. در آینه به خودم سلام و صبح خیر می گویم. پدرانش شعر می خونم. و این که در تنهایی با تنهایی خود کنار آمده ام. جنس تنهایی من ریزد چینی نیست. جنس تنهایی من دیگر چینی نیست که ترک بردارد. در تنهایی به سراغ من اگر می آیی نرم و آهسته بیا، مبادا که ترک بردارد شیشه نازک تنهایی من. مرسی، خیلی ممنون از هنری که به خرج دادید، دکلمه‌ای که کردید، واقعا عالی بود، واقعا زیبا. من ازتون اجازه میخوام که این دکلمه های شما رو در برنامه های مختلف پخش کنم تو کانال دیگه، اگر اجازه بدید ما این کار رو قایم کرد. اجازه دست شماست. خانم آذری، چه اشخاصی بهترین تأثیر رو در شروع و دوام کار هنری شما داشتن؟ همون دوران کودکی پدر بزرگم خیلی علاقه من بود که من شاهنامه فردوسی رو بخونم، ولی من بیشتر دوست داشتم مثلا از لیلی مجنون یا وامق عذرا بود، یک کتابی بود به نام وامق عذرا. بله. خیلی دوست داشتم اونو مثلا چیز کنم، ولی پدر بزرگم بیشتر فردوسی رو توصیه میکردن و حافظ و بعد خانوادم، یعنی همسرم که اون زمان زنده بود و بچه ها خانواده خودم.
ممنونم. تشکر. چه دورانی بوده پس؟ بله. خدمت شما عرض کنم که اگه میتونستید، اگه قدرت و توانایی داشتید که این کار رو بکنید، چه چیزی رو راجع به خودتون تغییر میدادید؟ به گذشته برمیگشتم؟ نه، اگر کلن میتونستید، یه توانایی داشتید، یه قدرتی داشتید که میتونستید تغییراتی بدید، برای خودتون چه چیزی رو تغییر میدادید تو زندگیتون؟ تو آیندهتون، در گذشتهتون، کلن چی رو تغییر میدید؟ تغییر که خب اون دیگه دست خداست. من اگر میتونستم تغییر بدم، دوست داشتم برگردم به اون زمانی که دخترم زنده بود و کنار من بود و بچه هم کنار من بودن، یعنی خانواده کنار هم بودیم، که متاسفانه اون زمانی که آدم کنار هم دیگه است متوجه نمیشه، ولی وقتی که جدا شدن از هم میفهمن که دیگه یه دنیای دیگه است. تنهایی یه دنیای دیگه است. بله، ولی زندگی دوام داره. این ساعت، این زمان با من، بدون من میگذره و ما چون در زمان زندگی میکنیم، باید که زمان رو دریابیم، چه با هم چه تنهایی. هنر و عشق زندگی کردن همینه که شما بتونی تو هر لحظه خودتو هماهنگ کنی، وگرنه اگر نتونی هماهنگ بکنی سریعا از بین میری و این یه از بین رفتن بیخاصیته، یعنی خاصیتی نداره. از اون خوبه که چون شما چه بخوای چه نخوای در نقصانی، شما در ضرری. ضررت چیه؟ این که لحظه به لحظه عمرت داره میگذره، هیچ ترمزی هم نداره که دست خودت باشه بگی حالا بذار خاموشش بکنم، زیاد مصرفش نکنم. بله نه. بله، خوابم که هستی داره مصرف میشه، بیدارم که هستی مصرف میشه، نشستی مصرف میشه، راه میری مصرف میشه، ولی بهتره که تو این مصرفایی که میکنی یه چیزی برای خودت توشه بکنی، یه چیزی برای خودت نیاد. این خودت یعنی مجموعه همه آدم، همه دنیا، همه مردم. ما نمیتونیم جلوی چیزی رو بگیریم. حالا اگر که این قدرت توانایی رو شما داشتی، برای دیگران چی رو دوست داشتی عوض کنی؟ برای مردم چی رو دوست داشتی عوض کنی؟ که مردم چی داشته باشن؟ آرامش میخواستم برای مردم، آرامش میخواستم و دنیای بدون جنگ. در مملکت ها باز باشه، آدم هر جایی که دو آزاد باشه، هر جایی که میخواد بره بیاد. بله. آزاد باشه، تبعیض نژادی نباشه بین هیچ کس. آزاد باشی. متاسفانه ما انسان ها هنوز به نظر من فهممون به اونجا نرسیده، انقدر خودخواهی همون زیاده که دولت ها اجازه نمیدن که ملت ها این آزادی رو داشته باشن و این مرزها رو بردارن. البته روزی خواهد رسید که مرزها از بین خواهد رفت و مردم کره زمین همه یک جا خواهند شد. این زمین مال همه ماست. این زمین متعلق به اینجا و اونجا یا اسمای مختلف نداره. زمین مال آدم هاست، مال تمام موجوداتی که روش هستند و مادره و ما در بطن مادر همه داریم زندگی میکنیم. ایشالله یه روزی برسه که، حالا ما که نمیبینیم، ولی ایشالله برسه اون روز که این مرزها دیگه وجود نداره. ایشالله که ببینیم، هرچه خدا بخواد همونه. بله، آدم هم خودشون خیلی مهم هستن. خدا اختیارات دست خودمون داده. من یکی از سوالایی که همیشه از همه میکنم، میپرسم، من یه دونه سوال، اگر شما تو پیج من برید تو اینستاگرام، فقط یه دونه سوال گذاشتم، یه متن گذاشتم و اون متنم اینه که آیا انتخاب های ما در اثر اختیارات ماست؟ ما اختیار داریم انتخاب بکنیم یا اختیار نداریم انتخاب بکنیم؟ این سوال گذاشتم و هر کسی یه جوابی داده، هر کسی بالاخره محترم بوده و جوابی داده، ولی من معتقد به این هستم که خداوند اختیار رو به ما داده، خالق بزرگ اختیار رو به ما داده، من رو خلق کرد همونطور که خودش اختیار داشت
و اختیارات خودش رو به من منتقل کرد که روی زمین بله هستم، من تنها موجود فهیم روی این کره هستم. همونطور که داریم میبینین آدم ها بیشتر الان بیشتر از هر موجود دیگه ای این کره رو در اختیار دارن، پس اختیار آدم ها بیشتره. پس شما نمیتونی بگی که من اختیار ندارم انتخاب بکنم، حتی اگر اشتباه داری میکنیم، حتی اگه دارن به ظلم میکنن، تو اختیار داری، من اختیار دارم این ظلم رو بپذیرم، این اشتباه رو بپذیرم. من انتخاب کردم، با اختیارم انتخاب کردم. من جوابم اینه. حالا خیلی ها چیز دیگه می نویسن، ولی من جوابم اینه. میگم من تقصیر گردن هیچ کس نمی دازم، من خودم انتخاب کردم، من اختیار داشتم انتخاب بکنم و کردم. من الان میتونم ترک کنم جلسه رو برم، خودم بله. انتخاب کردم ترک کنم و خودم انتخاب کردم الان اینجا باشم. بله. اینه که بله. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. میتونم من یکیشو نگردنم و یکیشو بدم بیرون؟ اگر یکیشو نگردنم و یکیشو ندم بیرون خب میمیرم. بله. خدمت شما عرض کنم که شما کاراتون رو تو پیج خاصی یا تو فضای آنلاین جای قرار میدید؟ اگه قرار میدید لطفا بفرمایید که دوستانم بدونن و اون از اون پیج ها دیدن کنن. بله، من قبل از هر چیزی آیدی خودم رو دادم به دوستان. الان دوستان حتما همه رفتن رو پیج من. من بله. باید آیدی شما رو میدادم. متاسفانه بچه هم همیش کدوم تا حالا ندیدم بیان رو توی این لایف. من اشتباه کردم آیدی خودمو. شما مگه تیزر فرستادم؟ خب تو تیزر فرستاده باشین پیج ما بغل دست عکس من نوشته شده آدرس و بله بله خدا کنه، ولی ندیدم بچه همش کدوم نایمدن، حالا دوستام هم نایمدن، حالا اشکال نداره. خب تو میدونی که از آی جی تی وی میشه دید؟ بله ما چون سیف میکنیم این فیلمو تو آی جی تی وی ما هستش، دو روز بعدم این فیلم میره توی یوتیوب، تو فیسبوک و دیده بله. میشه. میتونید شما آدرس اونجا بدید که بچه های که خارج هستن به راحتی یوتیوب میتونن ببینن فیلم شما رو. بله. البته بفرمایید که این فیلم رو برای این که شما امتیازتون رو بیارید فیلم رو نشون بدن و به اشتراک بذارن. بله چشم. الان هم نوشتن که خانم راحله نوشته ما هستیم. خواهرمه. بله خواهرمه، بچالوسه، خواهرم هستن. آره نوشته ما هستیم، ایشاله که همیشه باشیم. ممنونم. فکرهای دیگه هم نوشته ما هم داریم میبینیم. یه خواهر دیگه هم بله. خب خدا رو شکر پس هستم دیگه، خوشحالم که هستم. اینشاله که همیشه باشند و باشید و دور هم باشید و خوش باشید. من سوال آخرم رو از شما میکنم. بله. البته شما اگر در سایت یاهو شعر ایران، شعر نو، بلکفا، یعنی تو گوگل یاهو بزنن اسم منو میترا دلفانازری سرچ کنن، من بیشتر اشعارم اونجاست. بله. و میتونن ببینن شعر نو که از سالهای قبل دیگه عضو شدم و شعرها رو اونجا بایگانی کردیم و می نویسیم. شعر ایران هم هست، بلکفا هم هست، لایف زیبا هست، کلن بزنن میترا دلفانازری پیدا می کنن تو گوگل پیدا. و بله یوتیوب هم دارم و آپارات هم هستم. هستی. پس با الحمدلله هنوز هستی، شما تو فضای آنلاین همه جا هستی. بله. بعد فیسبوک هم فعالیت زیاد دارم. بله. اینستا، فیسبوک، واتساپ، تلگرام. بله. پس تو شما فقط تو گروه های ما نیستید. خانم دلفانازری. خواهش میکنم. کم گروه... سعادتی از من بوده. خواهش میکنم. تو گروه 1001 شب ما هم تشریف بیارید تو فیسبوک که در اونجا هم ما از وجود شما فیض ببریم. در این حال من مرتب فرستاده های شما رو خواهم گذاشت در گروه. تا همه بشنوند و ببینن و آشنا بشن با هنر شما.
خانم دلفا ناظری، نظرتون، این آخرین سوال منه، نظرتون نسبت به برنامه ها و فعالیتی که ما الان داریم میکنیم چیه؟ به نظر شما آیا تجویز هنر خلاقیت برای سلامتی انسان ها و این برنامه ها و لایو هایی که ما داریم و که در نهایتش معرفی استادان و هنرمندان هستش تو همه زمینه های هنری، نظرتون نسبت به این فعالیت ما چیه؟ من اگر خاطرتون باشه تو تمام پیامه هم برای شما نوشتم استاد مهربان. خواهش میکنم خانم. شما واقعا مهربانین، با اون لطافت و زیبایی کلامی که دارین و اون محبتی که دارین و اون خنده و اون صورت زیبا خندان آدم رو جذب میکنه به طرف شما و من خیلی خوشحالم، باعث افتخار من که با شما آشنا شدم و خیلی مهمه که من شعرم رو یه کشور دیگه بخونم، با فرهنگ من آشنا بشن، من شعر اونا رو بخونم با فرهنگ و با زبان اونا آشنا بشم و بدونم که تو دل اونا چیه، تو دل من چیه و این مشترک باشیم، خیلی عالیه. خیلی من خیلی دوست دارم این کار شما رو، واقعا عالیه. ممنونم، لطف داریم. میدونید که ما این کار رو با چندین زبان زنده دنیا داریم انجام میدیم، دوستان دیگمون هستن که من الان در بخش فارسی دارم فعالیت میکنم، دوستان دیگمون هستن که با زبانهای مختلف دارن همین لایف ها رو جمع میکنن و در مجموع از کل این مجموعه که فکر میکنم یه چیزی باید حدود 12,000 نفر بشه، چون ما یه حدی رو گذاشتیم، وگرنه مثلا تا قیام قیامت ما میتونیم همینجور هنرمندا رو بیاریم معرفی کنیم، ولی آخر سر کارمون باید به یه نتیجه برسه. ما کل مجموعه زبانها رو برای هر زبانی رو 1,001 نفر گفتیم که بگیریم، یعنی حالا تمام اون کسایی که الان دارن فعالیت میکنن، ژاپنی، هندی، چینی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، 1,001 نفر. کل این 12 تا زبان که تموم شد، از این مجموعه از بین تمام این هنرمندا 1,001 نفرشون که بالاترین امتیاز آوردن از کل این هنرمندا انتخاب میشن که در کتاب 1,001 شب قرن 21 ما اسمشون برده بشه، عکسشون گذاشته بشه و داستان هنریشون رو از حداقل 2 صفحه تا 5 صفحه برای ما بنویسن که با نوشته خودشون، با دستخط خودشون ما در اون کتاب چاپ بکنیم و از بهترین کاغذ گلاسه استفاده بشه، از بهترین چاپ استفاده بشه، بهترین مجلد طلاکوب، بهترین طرحی که میتونیم، یعنی همش هنریه، چون اگر ما نتونیم از هنرمندامون یک کتاب هنری عالی داشته باشیم از سراسر دنیا، کار زیاد مهمی نکردیم. یک کتابیه که حدود 13 جلد خواهد شد، هر جلدش 400 صفحه خواهد بود و به وسیله خود هنرمندا طراحی خواهد شد که نام طراح، نام تمام کسایی که دست در کار هستند در این کتاب خواهد برده شد. کتاب فروشی نیست، این کتاب هدیه است به تمام خدمت شما عرض کنم کتابخونه‌های عمومی و کتابخونه‌های دانشگاه‌های هنر، ادبیات و روانشناسی و به خود هنرمندانی که به خود اون 1,001 هنرمندی که در این کتاب نامشون برده شده به همراه یک لوح تقدیر براشون فرستاده خواهد شد. این کتاب کتاب خیلی بزرگی خواهد شد، به امید خدا خیلی بعد یکی از چیزهای تاریخی خواهد شد و فکر میکنم در گینس هم اسمش بره، به خاطر که تا حالا ما کتابی داشتیم که با 1,000 موضوع باشه، ولی تا حالا کتابی نداشتیم که 1,000 موضوع با 1,000 نویسنده باشه و در تاریخ قرن 21 تک خواهد شد انشالله اگر زنده باشیم و این پروژه رو بکنیم به پایان برسونیم و این پندمیک تموم بشه و این مردم دوباره برگردن سر زندگیشون. الهی آمین. انشالله که منم جز این 1,000 خوبی شما باشم. انشالله ما که آرزو مونه. این قسمت رو یه خوردم گذاشتیم در اختیار خود دوستان که همتی بکنن و توصیه بکنن تا فیلماشون دیده بشه در یوتیوب
امتیازی که در یوتیوب میگیرید بالاترین امتیازی که در میره در داخل چی؟ در داخل اون کتاب. یعنی باید شما فعالیت خودتون رو بر اساس اون ببینید که فیلم شما دیده بشه، هنر شما دیده بشه. ما تمام منظورمون دیدن هنره. بله بله. زورمون میرسه میخوایم هنر رو هنرمند رو نشون بدیم تا بقیه یاد بگیرن. بلد. این همون کتاب خونه است که شما میگید، همون کتاب خوندنی که شما میگید. حالا الان کردیم میدونید که الان کتابا تصویری شده، کتابا صوتی شده. بله. اینم یه کتابیه که ما اینجوری داریم مینویسیم، اول به وسیله خودمون تصویری، بعد میریم نگارشش میکنیم، چاپش میکنیم، میفرستیم بره که بمونه انشالله. خیلی خوشحال شدم از ساعتی که تشریف داشتید، در خدمتتون بودیم، صحبت های زیبایی کردیم. خیلی ممنونم که تشریف آوردین، قبول کردین دعوت ما. من در خدمتتون هستم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه که خدافظی کنیم با دوستان و تا انشالله هفته آینده روز سه‌شنبه با یکی دیگه دوستان یه لایو دیگه داشته باشیم. بله، من صحبت خصوصی ندارم، آرزوی سلامتی و گم و گور شدن این ویروس کرونا رو آرزو میکنم که بره، دست از سر ملت مظلوم دنیا برداره، مردم برگردن به زندگی گذشتشون. آمین. و برای شما آرزوی سلامتی و طول عمر. استاد مهربان، شاد و سالم و سلامت در پناه خدا باشید. قربون شما. خیلی ممنون و لطفتون. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.